در این ویدیو میخوام یاد بگیم که چگونه مساحت رو در اتوکد حساب بکنیم. برای این کار ابتدا میاییم و یک مستطیل میکشیم، مثلا به اضلاع همینطوری یه مستطیل میکشیم و میخوایم حساب بکنیم که این چقدر مساحت داره به این صورت. و این هم اینجا بس میکنیم به اینجا. خب میبینید یک کمی بس میکنیم به اینجا. خب حالا میخوام ببینیم که مساحت این مستطیل رو چگونه میتونیم حساب بکنیم. یکی از این روش هایی که ما میتونیم مساحت این مستطیل رو حساب بکنیم اینه که بیاییم و از فرمان اریا رو اینجا تایپ بکنیم، می‌نویسیم اریا به این صورت و کلیک بکنیم، و یا اینکه ای رو بزنیم به این صورت، ای رو تو ای رو بزنیم و بیایم و مساحت این مستطیل رو حساب بکنیم به این صورت، به این صورت. و نقطه رو باید ببینید، باید به نقطه به صورت بسته باید باشه این اریا یا مساحتی رو که انتخاب کردیم، به این صورت. و اینتر رو میزنیم و اینجا ببینید به ما گفته اریا 318 634، 318 634، این شد اریای ما. خب حالا میخوایم از یک روش دیگه بیایم این مساحت رو حساب بکنیم که ببینیم چی شدیه. برای اینکه از روش دیگه استفاده بکنیم بایستی این نقاطی رو که به صورت ببینید جداگانه هستن به این صورت، یعنی این خط ها رو انتخاب بکنیم به این صورت و این صورت و این به این صورت، اینا رو یکی انتخاب بکنیم و اینجا بنویسیم J، حرف انگلیسی J به این صورت. ببینید J همونی که نقطه داره روش و یعنی join، این رو اینتر بزنیم. ببینید حالا همه اینها این خطوط به صورت خطوط پیوسته در اومدن، پولی لاین به قول معروف به صورت پولی لاین در اومدن و خطوط ما به صورت پولی لاین شدن. حالا ما میاییم میخوایم اینو ببینیم که این مساحت اینو چجوری بایستی انتخاب بکنیم. حالا که به صورت پولی لاین اومد در اومده، کار ما خیلی ساده، میمیم اینجا مینویسیم لیست، در اینجا در این فرمان کامنت مینویسیم لیست و اینتر رو میزنیم به این صورت و به ما این اریا رو خیلی دقیق تر از اون چیزی که قبلا به دست آوردیم که شروع بود 318 634، ببینید اینجا الان شده 318 395، خیلی دقیق مساحت رو ما اینجا به دست آوردیم که شده 318 و 395 شده مساحتمون. و همطور که میبینید مساحت ما به این صورت در آمده. خب حالا میخواییم بیایم اینو به صورت یه دونه کمان هم روی این مستطیلمون قرار بدیم و بیایم با کمان این رو حساب بکنیم که مساحت ما چقدر میشه. خب میریم و این کمان رو میریم اینجا میچسبنیم به اینجا به این صورت و حالا ما خب ببینیم که مساحت ما اینجا چقدره. برای این کار هم فقط کافیه ما بیاییم ببینید از این حالت AA دیگه اینجا استفاده نکنیم بهتره و میتونیم از همین فرمان لیست استفاده کنیم. اول اینو به صورت
پولی لاین در بیاریم به این صورت که میبینید اول میاییم ببینید اول میاییم اینجا رو ترم میکنیم این خط وسط بین مستطیل و این نیم تقریبا نیم دایره رو میم ترمش میکنیم فرمان ترم رو میزنیم به این صورت و ترم این خط ابجکتمون میشه این مستطیل انتخاب میکنیم و بعد میاییم و اینتر رو میزنیم از اینکه انتخاب کردیم و میایم این خط رو ترم میکنیم اینجا رو ببینید اینو ترم میکنیم و این برداشته شد از این وسط حالا میاییم این نیم دایره و این مستطیل رو به این صورت که هست رو میاییم و عرضم خدمت شما که جوینتش میکنیم پس فرمان جوینت یا همون جی رو میزنیم ببینید اینجا جوین رو زدیم و اینتر رو میزنیم بعد میاییم اینجا و این دوتا به صورت پولی لاین در میاد یعنی حالا پولی لاین شده یا نه بله اینا پولی لاین شد حالا میایم اینجا و فرمان لیست رو اینجا مینویسیم لیست اینتر و به ما عرضم خدمت شما که اینجا لیست رو بنویسیم لیست اینتر و بعد میایم این آبجکتمون انتخاب میکنیم آبجکتمون میشه این مستطیل و این نیم دایره که روش هست و اینتر رو میزنیم و اینجا به ما مساحت رو به ما میده که چقدر یا همون اریا رو به ما میده که چقدر هست که میشه 511 ممیز 613 511 ممیز 613 که یه سری پارامترهای دیگه مثل ریدیس رو هم به ما داده یعنی شعاع یا این نیم دایره و نکات دیگه ای که بعضی موقع اینا رو به ما میده خب یکی دیگه از فرمان هایی که الان من اینجا میخوام توضیح بدم فرمان object snap هست که چطوری این خطوطی که من کشیدم میانه و انتها و دیگه پارامترهاش رو نشون میده ما میتونیم اینجا object snap رو بزنیم به این صورت حالت ربطی به موضوع محاسبه مساحت نداشت و میزنیم و این میاد ببینید این اومده و اینجا شما میتونید endpoint, extension و بقیه نکاتی که یا سنتر اون ابجکتمون یا intersection هاشو به ما نشون میده اوکی اینجا ویدیوی من تمام میشه امیدوارم که مورد قبول شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه کانال ما رو سابسکرایب بکنید کانال بنده رو سابسکرایب بکنید تا بتونیم ویدیوهای بهتر و جذابتری رو درست بکنیم به امید موفقیت همه شما دوستان